بخش هشتم صبح یکی از روزهای ماه مارس 1962 نگهبانان به داخل سلول ما هجوم آوردند و فریاد زدند تمام کشیش ها از سلول خارج شوند دیگران به جمع کردن متعلقاتشان مشغول شدند و بلافاصله در راه رو صف کشیدند اما من از جایم حرکت نکردم و به نظاره سایرین مشغول شدم فرمانده جدیدی برای گرولا فرستاده شده بود یک کمونیست نظامی به نام الکساندر اولین حرکات او هر معنایی که داشت نمیتوانست تفسیری جز به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای زندانیان داشته باشد در حالی که من دلم نمیخواست در نیایش خداوند با مسایب جدید و تازه روبرو شوم چند روز بعد چند روز بعد تمام زندانیان را به دسته های مجزایی تقسیم کردند. روشنفکران را در یک سلول انداختن کشاورزان را در سلول دیگر و نظامیان را در سلول مخصوص نظامیان و غیره افزایش بیش از حد جمعیت زندانیان و حماقت نگهبانان باعث تقسیم بندی ناصحیح و غیر منتظره شده بود یکی از اعضای فرقه به نام شاگردان کتاب مقدس را در سلول نویسندگان و معلمین قرار داده بودند او یک کارگر بی سواد و آمی بود اما برای مقامات زندان هر کسی که عنوان شاگرد داشت در زم... معلمان و نویسندگان قرار داده می شود. وقتی که روحانیون از سلول خارج شدند یکی از نگهبانان از من پرسید چه کاری؟ جواب دادم شبان و سعی کردم لحجم را به گونه روستاییان تغییر دهم. لذا برای من جایی در سلول چوپانان و کارگران کشاورزی در نظر گرفتند. در رومانی واجهی که به چوپانان اطلاق می شود منای کشیش یا شبان کلیسا را نیز داراست. بیش از چند روزی نتوانستم از جداسازی زندانیان در امان باشم بالاخره یکی از خبرچینان مرا به مقامات زندان معرفی کرد و بدین گونه به سلول کشیشها منتقل شدم تا روزی که گرورا را تک کردم آن سلول به صورت خانهام هم در آمده بود یک سلول زیرزمینی با دیوارهای سیمانی بسیار کثیف نور سلول فقط از طریق دو سوراخ بسیار کوچک که پنجره نام داشت تعمین می شد تخت خواب ها از قرار گرفتن لاستیک اتومبیل بر روی یکدیگر تهیه شده بودند چند چهارپایه کوچک و شکسته و یک میز بیقواره و فرسوده سایر متعلقات سلول را تشکیل میدادند تعداد زنجانیان یعنی آن سلول که اکثرشان کشیش بودند اما به فرقه ها و گروه های مختلف وابستگی داشتند بی... به یکصد نفر بالغ می شد. همیشه برای استفاده از سطلی که به جای توالت به کار برده می شد صفحه طویلی تشکیل می گردید. وقتی که اول بار به سلول وارد شدم صدای گرفته بلند شد. خوش آمدی، خوش آمدی. این صدا نمی توانست به کسی جز اسقف میرا میرژای پیر متعلق باشد نمونه ای از ایمان و وفای ارتودکس و مردی با محسنات بسیار زیاد جامعه پشمینی بر داشت پر از سوراخهای ریز و درش بود چشمهای غمگین و نجیبی داشت سیمای روحانیش در میان سپیدی موهای سر و صورتش میدرخشید همه سرهایشان را به طرف من برگرداندند و من به تمام کسانی که قیافهشان آشنا به نظر می رسید سلام کردم. میرون هم در جام ما بود و تختش بالاتر از تخت خوابهای اسخوف و گاستون قرار داشت. آن شب در ساعتی که سلول, سلول کشیش ها را برای انجام فریز مذهبی آزاد گذاشتن کاتولیک ها در گوشه اجتماع کردند و ارتودکس ارتو ها به گوشه دیگر پناه بردند. یونی ترین ها در کنجی دیگر از سلول دور هم جمع شدند و شاهدان یهود یهوه نیز زاویه دیگری را اشغال کرده بودند. کالونیست ها محلی نزدیک به در سلول را ترجیح داده و همگان بر مبنای سنن و رسوم خیش به نیایش مشغول شدند. مراسم نیایش و نماز روزانه دوبار برگزار می شد اما در خیلی این نیایشگران و پرحرارت به ندرت می توانستم دو نفر را از فرقه های مختلف بیابم که حاضر باشند با هم ندادهند. ای پدر بزرگوار. صرف نظر از درک مفهوماتی که از والدین خیش برس برده بودیم تعهدات عمومی و جاریه ما باعث ایجاد تضادهای زیادی در رفتار و گفتار ما شده بود کاتولیکانی می توانستن ها را به خاطر همکاریشان با کامونیست بخش اقلیت های موافق با حقوق اجتماعی نبودند. در مباحثت زوایای اعتقادی هر یک از روحانیان به رسوایی کشیده می اثر عصر روزهای یک شنبه که قرار گذاشته بودیم به تبعیت از سمینارها و سمپوزیوم‌های های اجتماعی خیلی آرام و بدون تعصب با هم بحث کنیم غالبا به دلیل ناهماهنگی افکار و عقاید به یکدیگر. می و بعضی اوقات مجبور می شدیم جلسات مباحث را تعطیل کنیم. وقتی که عیاد مذهبی را جشن می گرفتیم پدر روحانی هاوپوت چند قدمی از تخت خوابش فاصله می گرفت و جملاتی از قول مارتین لوتر نقل می کرد و این کار روزهای ای ادامه می افت. یکی از کاتولیکا پس از شنیدن حرفای او کنج کاوانه پرسید این گفتارها از کجا آمده است؟ هاوپت صدایش را بلند کرد و گفت من جملات لوتر را تکرار می کنم و ادامه داد فوش را که خداوند تقبیه کرده تمام جنایات دوزی ها زناکاری ها به اندازه ای که پلیدی مراسم عشای ربانی پاپ به اجتماع صدم میزند برای جامعه خطرناک نیستند. پس از اتمام مراسم نیایش یکی از روحانیون کاتولیک به نام پدر روحانی فاژ کاس خطاب به هاپت گفت برادر اشبندم آیا این زربان مثل را ای که میگوید نوع بشر از سه فاجعه عظیم از به بلا افتاده است سقوط شیطان سقوط حضرت آدم و تقیان مارتین لوتر پدر روحانی اندریکو که یک کشیش ارتودکس بود به حمله متقابل نسبت به مارتین لوتر پرداخت و گفت لوتر و شیطان هر دو یکی هستند و همانند یکدیگرند بدین گونه کاتولیک ها و ارتودکس ها گاه گاهی با یکدیگر ائتلاف می و در کنار هم قرار می گرفتند اما قبل از پایان شب بحث پیرامون برتری پاپ روم آنان را به جان یکدیگر انداخت و هنگامه‌ای برپا شد واژه یک مجار اصیل بود و دیگران از همین موضوع علیه او استفاده می کردن. حتی دوستان کاتولیکش نیز گاه به گاه به شماتتش می پرداختن. وقتی که او با صدای بلند با مریم مقدس سخن می گفت و جمله ای حامی مجارستان را ادا می کرد همه ناراحتی خود را ابراز می داشتند و با ایجاد هم همه و سر و صدا مراسم نیایش فاجر را بر هم می زدن. یک بار یکی از ارتودکس های وطن دوست رومانی از فاجکا سوال کرد. آیا مریم مقدس حامی رومانی نیست؟ گاستون با لحنی تنزگونه جوابش داد. البته که خیر مریم مقدس حامی مجارستان است. و سپس رویش را به طرف سایرین برگرداند و گفت اصلا مریم مقدس باید حامی فلسطین که زادگاهش بوده است باشد مگر می شود که مادر مسیح این واکره مقدس زادگاهش را فراموش کند و به حمایت از دیگری بپردازد فاجکاست گفت شاید نشنیده باشی که یهودیان پسر او را به صلیب کشیدند اسقف میرجا با خنده آرام سعی کرد همه را به به آرامش دعوت کند و گفت مریم مقدس رهبر کلیسا است و ملکه بهشت است اوست که بر ستاره ها برتری دارد و تمام فرشتگان در اختیارش هستند من جواب دادم به این ترتیب خداوند کاری برای ما انجام نخواهد داشت سایر پرتستان ها هم به حمایت از من پرداختن اما از طرز بیان و نحوه حرکاتشان خوشم نیامد یکیشان گفت چرا باید چنین تکریمی از مادر عیسی به جا آوریم او قادر نیست چون پسرش و چون خداوند منجی باشد فاژکاس جواب داد ای انسان بیچاره آیا تو فقط به تکریم کسانی میپردازید که توانایی نجاتت را داشته باشند مادر مسیح در سرودش گفته است تمام نسل ها مرا تقدیس خواهند کرد و تمام نسل ها او را تقدیس میکنند زیرا که مادر مسیح هست نه یک توضیح کننده مال و برآورنده خواسته های من و تو جواب زیبا و قانع کننده بود اما با تمام احترام و عظمتی که برای مریم مقدس قائل هستم هنوز بر این عقیدهام که پیروانش درباره او غلو میکنند و این تباهی فکری و مبالغه های غیر غیرمنطقی از دوران باستان به یادگار مانده است وقتی که مسیحیان برای اولین بار به تفکر درباره بهشت پرداختند آن را محلی شبیه یکی از کاخهای افسانهای شرق در نظر مجسم کردند کاخی مملو از اشیاء زینتی و لوکس و سرشار از موسیقی و رایحه‌ی دلانگیز مردی که میخواست از سلطان تقاضایی بکند به یکی از دوستان زین و مراجعه میکرد. آن دوست موضوع را با وزیر در میان مینهد تا وزیر آن را به ملکه بگوید که ملکه چون سوگولی حرم سلطان بود از سلطان بخواهد تا دستور دهد به تقاضای آن مرد رسیدگی کنند. چنین تصوری از بهشت و تخیلی از دسترسی به سلطان باعث شد تا در ذهن انسانها نوعی سلسله مر... مراتب روحانی نیز شکل بگیرد که در آن مردان ساده دل تقاضایشان را با کشیش در میان بگذارند تا کشیش به مقدسین بگوید و مقدسین آن را به گوش مریم مقدس برسانند ایمان و اعتقاد شخص, شخص من مبتنی بر این عقیده است که هر انسانی می رو در رو و مستقیما با خداوند صحبت کند اما بحث پیرامون چنین مسائلی غالبا باعث خشم و غضب متعصبی می گردید. من برای همسلولی های داستان دو روحانی شهید را رو تعریف کردم دو نفر از روحانیان مسیحی را که در یکی از دادگاه های عهد قدیم محاکمه می کردن، هر یک از آنها اعتقادات مخصوص به خود داشتند. دادگاه به این نتیجه رسید که باید آن دو را در آتش بسوزانند. وقتی که آن دو روحانی را در میان شهر به وسط بوته ها و هیزم ها بردن، مموران اجرای حکم گفتند که هر یک از آنان می توانن آخرین آرزویشان را بیان کنند. هر دو محکوم یک تقاضا را بیان کردند و آن تقاضا این بود نگذارید هنگام مردن چشمم به صورت این مرد خدا نشناس بیفتد او را به پشت من تناپیچ کنید تا وقتی که جان میدهم صورت ملعون او را نبینم بعضی وقتها نمی توانستم احساساتم را مخفی نگاه دارم. ساعت مجبور بودم به نیایش پدر روحانی رنگت که با صدای بلند از مریم مقدس طلب مغفرت می کرد گوش بدهم. بالاخره روزی طاقت نیاوردم و گفتم چرا باید روزی هزار بار از مریم مقدس بخواهی تا عفت کنند؟ آیا او کر است یا بی تفاوت؟ او که بر همه چیز ناظر و شاهد است نسبت به بخشش تو آنچنان بیمیل است که تو با اصرار روزانه هزار بار تقاضایت را تکرار میکنی حتی در این سلول من اگر از دوستانم بخواهم کاری برایم دهن. انجام دهند اگر توانایی انجامش را داشته باشند بلافاصله تقاضایم را اجابت کنند اما من دست به اصرار نمیزنم حتی اگر کسی بتواند کاری برایم انجام دهد و ندهد رنگش منقلب شده بود و پاسخ داد از آنجا که تو به عنوان یکی از پیرامون مارتین لوتر به لغزش ناپذیری پدر مقدس معتقد نیستی حتی به اعتقادات خودت نیز مؤمن نخواهی بود چیزهایی که از دیدگاه ناقص تو غلط هستند برای من درست و صحیح می باشند. سپس به نیایش خیش ادامه داد. ای مریم مقدس، حتی صدایش را بلندتر هم کرد تا مرا بیازارد. از پرسیدم تو من در نیایشت میگویی پدر مقدس آیا منظورت از پدر مقدس همان خدا است جواب داد خیر منظور من حضرت پاپ است گفتم به نظر من اینکه تو یک انسان را به القاب مقدس ملقب می کنی گناهی نابخشودنی است تو پاپ را قائم مقام مسیح در زمین مینامی که معنایش همان جانشین مسیح است ولی من حاضر نیستم جانشینی مسیح را برای پاپ قبول کنم تعصب من در این مورد حتی بیشتر از آن است که به همسرم اجازه دهم ده جانشینی به جای من داشته باشد رنگت که به خشم آمده بود فریاد زد خیلی زیاده روی کنی من فکر کردم که او بیش از حد زیاده روی کرده است رنگت آن روز برای آخرین بار گفت انسان ها اگر جانشان و یا آزادیشان را در راه مسیح قربانی کرده باشند هنوز به اندازه ای که من در محراب کلیسا و در راه پسر خدا با نیایش و خضوعم قربانی دادم دارای اهمیت نیست برای من آنچه او میگفت قابل پذیرش نبود من این مسئله که یک روحانی برای خودش خدایی از خمیر نان بسازد و به آن اقتدا کند قابل پذیرش نبود اگر کسی به خداوند معتقد و مؤمن باشد نیازی ندارد تا شی خاصی را به جای او در مقابلش بگذارد و به نیایش بپردازد نمی توانستم معتقد باشم که زندگی جاوید من متکی به اراده و کمال انسان دیگری باشد که ممکن است خود او نیز نسبت به زندگی جاوید و بهش چندان اعتقادی نداشته باشد. به دنبال موضوعاتی می گشتم تا همگان بتوانند با آن موافق باشند. وقتی که پدر روحانی وانی گارتنر که یک پرتستان مدرنیست بود ساعتها از وقتش را با کاتولیکا صرف بحث پیرامون مسیح می کرد. من توانایی ساکت ماندم و دخالت نکردن در حرفایش را نداشتم وانی گارتنر می از نظر علمی برایش ممکن نیست موضوع غیر محتمل تولد مسیح را از رحم یک با... باکره بپذیرد من پاسخ دادم برای تعمق درباره یک تولد تاریخی خیلی دیر است ضمن هنوز خیلی زود است تا عدم امکان این تولد رو به توان از نظر علمی رد کرد یک دانشمند آمریکایی به نام لیو توانسته است بدون قرار دادن اسپرم مذکر جنینی را در رحم یک زن به وجود آورد حالا که یک زیست شناس معمولی می تواند چنین عملی را به انجام برساند چطور می توانیم بگوییم که خداوند قدرت انجام این کار ساده را نداشته و ندارد وانی گارتنر گفت اما تاریخ مذهب سرشار از تولدهای مقدس است پس این موضوع یک آسطوره یا یک افسانه بیش نیست جواب دادم در دوران سلطه تزار و روسیه که خاخام که در اوکراین زندگی میکرد روزی به دادگاه فراخوانده شد تا در مورد بیگناهی یکی از مریدانش شهادت دهد صورت نورانی و چشمان سرشار از معنویت خاخام که هوفزهایم نام داشت مقامات دادگاه را تحت تاثیر قرار داد اما از او خواستند تا برای ثبوت صدق گفتارش به خداوند سوگند بخورم پیر مرد روحانی حاضر به ادای سوگند نبود و می گفت خدا بزرگتر از آن است که نامش برای ثبوت یک شهادت ساده در مسائل دادگاهی به کار گرفته شود دادستان اعتراض کرد و گفت ما باید به هر طریقی که شده مطمئن شویم که این خواهم حقیقت را میگوید وکیل مدافع از جایش برخاست و گفت آلی جناب اجازه میفرمایید موضوع را تذکر دهم ده تا مطمئن شوید که شاهد من حقیقت گوست و چیزی جز حقیقت بیان نخواهد کرد اگر این, ح... اگر این اجازه را بفرمایید لزومی ندارد تا این مرد روحانی را وادار به ادای سوگند کنیم رئیس دادگاه اجازه داد وکیل مدافع افزود خاخام حفظ معمولا روزهایی در هفته از مغازهای به مغازه دیگر می رود تا برای مستمندان اعانتی جمعوری کند. یک روز دزدی به او حمله می کند و کیف پول محتوی اعانات را از دستش می رو, می رو باید. خواخام ناراحت و منقلب می شود. دلیل ناراحتیش در آن تنها از دست دادن اعانات نبود. زیرا که بلافاصله تصمیم گیرد تا از محل صرفهجویی اندکی خیش تمام وجوه جمعآوری شده را بپردازد بلکه او بیشتر به خاطر ضربهای که بر روح دزد وارد شد منقلب گردیده بود بنابراین به دنبال مرد دوز می دود و فریاد می زند. تو در مقابل خداوند گناهکار نخواهی بود این پول متعلق به شخص من است و من با جان و دل آن را به تو هدیه می کنم پول مستمندان هم همکنون در خانه من است و من آن را تمام و کمال به خودشان خواهم داد. تو می توانی با وجدان راحت و خیال آسوده هرچه لازم داری با آن پول ها خریداری کنی. قاضی دادگاه با تعجب به وکیل مدافع خیره شد و پرسید آیا خود تو این قضیه را باور می کنی؟ وکیل جواب داد خیر باور نمی کنم. قاضی گفت پس چرا در این دادگاه به تعریف داستانی می پردازی که خودت هم آن را باور نداری؟ وکیلی مدافع پاسخ داد. آلی جناب. آیا تا کنون کسی چنین داستانی را در مورد شما من و یا دوست عزیزم آقای دادستان داد تعریف کرده است؟ در عوض مردم خلاف این موضوع را درباره ما میگویند آنها شایع کردند که ما سخت شیفته خانم ها هستیم که البته این مسئله اصلا صحت ندارد و نیز گفتند که همه ما میخاره و قماربازیم که این هم کاملا دور از حقیقت است پس این خاخام چه مرد پاک و بزرگواری میتواند باشد وقتی مردم با شنیدن اسمش به قصه پردازی دربارش مشغول میشوند ولی قانتر گفت داستان سرگرم کننده بود اما من می توانم باور کنم که داستان این خواخام صحت داشته باشد و نیز داستان تولد مسیح از رحم مریم باکره و مقدس هم برایم باور کردنی نیست جواب دادم مسیحیان به کلمه خدا اعتقاد دارند اما اگر هم این موضوع به طوری که شما میگویید یک استوره باشد نباید مورد تنی شما قرار گیرد داستان های اساتیری در ذهن بشر دارای جایگاه پرثبات و محکمی هستند همین اساتیر غالبا به عنوان ضابطه‌ای برای سنجش عظمت و خوبی های انسان به کار برده می شوند. جواب داد منظورت این است که مردم باید در ذهن خیش عیسی را آنقدر بزرگ بدانند که نتوانند بپذیرند او هم مثل سایر انسان ها متولد شده است گفتم پسر خود من وقتی که خیلی کوچک بود درباره تولد مسیح از من سوال کرد برایش داستان استبر را تعریف کردم اما او اعتراض کرد و گفت که داستان من آن چیزی نیست که او میخواهد بداند انسان ها بعضی از اوقات میگویند آنچه از گربه زاده می شود موشخار خواهد شد و اگر مسیح نیست مثل همه ما متولد شده بود می مثل ما بد و ناقص باشد اسقف میجا که به حرفهای ما گوش میداد در این مرحله وارد صحبت شد و گفت واقعا یک کودک چنان جوابی به تو داد و این گارتنر که تقریبا قانع شده بود گفت دلایل خوبی داری ما باید کوشش کنیم تا با یک یکدیگر بیشتر آشنا شویم گفتم اعتراف می کنم که اگر در روزهای گرایشم به سوی مسیحیت با فرم دیگری از اصول مذهبی مسیح، فرمی جدا از لوتریسم لوتر روبرو می شدم به طور قطع آن را میپذیرفتم آنچه مهم است این است که باید به کتاب مقدس به عنوان تنها قانون اقتدا کنیم و رستگاری را از طریق ایمان به مسیح به دست آوریم. اسامی و فرمها چیزی قابل بحث نیستند. آنچه اهمیت دارد معنی و آن است که اصول هستند و هیچ کس در موردشان شکی ندارد. صبح روز بعد حادثه امید بخشی مرا از تلخی روزهای گذشته رهایی داد. اسخف میرجا نزدم آمد و گفت من تمام دیشب را به تفکر درباره نیایش خداوند گذراندم و به این مسئله رسیدم که عیسی فرمان داده است تا به هنگام سنای پروردگار بگوییم ای پدر آسمانی ما خطای ما را ببر. عیسی به نگفت است که باید نزد کشیشان اعتراف کنیم و کمال را از آنها طلب نماییم بلکه او فرمان داده است تا برای اجابت تمام خواسته های مادی و معنویمان خود را به دامان خداوند بیاندازیم البته این مسئله آنقدر ها هم ساده نیست اما اگر من یک پروتستان بودم این مبحث را در مد نظر قرار می دادم بنابراین فکر کردم تا به عنوان هدیه به خاطر دفاعی که از مریم مقدس کردی به این مسئله نزد تو اعتراف کنم و حرفایت را تایید نمایم اسقف برای ایجاد تفاهم بین همسلولی ها اولین قدم را برداشته بود اگر ما در آن سلول تاریک توانایی نمیافتیم تا با هم در صلح و صفا زندگی کنیم به طور قطع در تله که کمونیست بر سر راهمان قرار داده بود می افتادیم ها ما را در یک نقطه به هم قفل کرده بودند و در حالی که هزاران زندانی مساعد برای پذیرش راهنمایی های راهنمایی های مسی و تقویت معنویاتشان در سایر سلول ها به سر می بردن ما تعدادی کشیش با افکار و اعتقادات گوناگون مجبور بودیم تمام وقتمان را برای رد کردن معتقدات یکدیگر صرف کنیم از این مهمتر آن بود که بدانیم علاوه بر این تله کمونیست ها چه موانع دیگری سر راهمان قرار خواهند داد چندین چندی متخصص سیستم های برقی مدتها در سلول ها کار می کردن و در بسیاری از سلول ها میکروفون های مخفی کار گذاشته بود و نیز اغلب کوریزور ها و سلول ها به بلنگوهای مخصوصی مجهز گشتند. فهمیدیم که قرار است برنامه هایی را از طریق این بلنگوها برایمان پخش کنند. گاستون گفت مطمئن هستم که موسیقی آرامش بخش برای من پخش خواهند کرد. وقتی که کار طبقه بندی زندانی ها و سلول ها به پایان رسید از ها به پخش یک سری پرداختند. حرف های کاملا پوچ و مزخرفی می زدن. یکی از افسران بیشرم زندان غالبا پیرامون کمونیست و علیه مذهب حرف می زد و می گفت هنگامی که کسوف یا خسوفی حادث می شود، هیچ دلیلی ندارد. زنگ های خطر را به صدا درآوریم. این یک امر طبیعی و رخدادی قابل حدوث و پیش بینی است. علوم سوسیالیستی ما را از شهر خرافات رهانده است. سپس چگونگی وقوع کسوف خورشید را بنا به تقاضای تعدادی از پزشکان و اساتید دانشگاه که در زندان به سر میبردند تشریح کرد آن افسر جوان در ضمن اطلاع داد که طبق پیشبینی دانشمندان سوسیالیست روز پانزدهم فوریه کسوفی رخ خواهد داد و چون وظیفه جمهوری خلق گسترش افکار و دیدگاه های همگان است به شما اجازه داده خواهد شد تا روز 15 فوریه در حیات زندان کسوف را تماشا کنید و بدانید که خرافات نمیتواند بیش از این در ممالک پیشرفته سوسیالیست وجود خارجی داشته باشد. واینگارتر انگشتش را بالا برد و از افسر سخنگو پرسید اگر آن روز باران ببارد اجازه خواهید داد تا ما در کوریدورها به تماشای کسوف بپردازیم؟ افسر با لحنی آمرانه جواب داد نه سپس دوباره به دادن توضیحات پرداخت. سخنرانی های بدون پایه و اساس و فاقد ایدولوژی های اصولی ساعت ها به طول می انجامید. یک مطلب را بارها و بارها تکرار می کردن. در پایان هر روز همه ما بیرمق و سردرگم به سلول ها بر و تازه مشاجرات و منازعات حقیقتی آغاز می و مانده و منده انرژی ما نیز در این راه به هدر می رفت. معمولا پدر روحانی اندریکو مشاجرات را شروع میکرد. برای او شیطان و مارتین لوتر یکی بودند. عقاید افرایتیش باعث می شد تا مسیر حرفهایش به جنگ های مذهبی علیه روزها کشیده شود که نتیجهش به برتری ایدئال های کامانستی منتج می و خودش از آنچه گفته بود احساس شرم ساری می کرد. او به تمام نقاط کشور مسافرت کرده بود تا به نفع حزب کمونیست موعظه کند و این عمل تا زمانی ادامه یافت که رفقای حزبیش به فعالیت فعالیتهایش پی بردند و اعلام کردند که دیگر کاری از دستش ساخته نیست همین مسئله باعث دستگیر شدن و به حبس افتادنش شد کترک های زیادی خورده بود و به جرم های مخربش در دوران جنگ به ده سال زندان محکوم, محکوم گردیده بود و حالا که راه به جایی نداشت به گونه یک ارتودکس ارتودکس دو آتشه مومن اظهار فضل می کرد و بدون در نظر گرفتن گذشته ی نچندان پاکش خود را در زموری مقدسین محسوب می داشت غالبا می گفت ارتودکس تنها مذهب حقیقی مسیحیان است سایر مذاهب پوچ و مزورانند یک بار پرسیدم پتر آندریکو آیا شما را در کلیسای ارتودکس قسل تعمید دادن؟ جواب داد البته مرا یک اسقف قصل تعمید داد. پرسیدم و آیا عقاید مذهبیتان را در مدارس ارتودکس تحصیل کرده اید؟ گفت در بهترین مدارس ارتودکس رومانی. گفتم پس اگر من دلیلی روشن و منطقی برای ارتودکس شدن شما بیاورم ناراحت نخواهید شد؟ دلیل من این است که شما ارتدکس شدید زیرا نتیجه مقاربت یک مرد ارتودکس رومانی و یک زن ارتدکس رومانی بودید. آندرویکا محشیانه عصبانی شده بود اما برایش توضیح دادم که این حقیقت در مورد اکثر مردم صدق می کند، ما از زمان کودکی در قالب فکری و اعتقادی خاص قرار می گیریم و معمولاً جذب همان معتقداتی میشیم که والدینمان به آن اعتقاد دارند علاوه بر این چنین اعتقادات مروسی یا اکتسابی ناخودآگاهانه آگاهانه را در خیش به صورت کاملترین و والاترین معتقدات فرض می کنیم ادامه دادم یک روز از بیرون یک استب به محاورهی در داخل آن گوش می کردم. بره می گفت که تنها مذهب حقیقی با با کردن است. گوساله جواب داد که صحیح ترین اعتقاد چیزی جز گفتن ما نیست و طول خوکی خود را داخل بحث کرد و ابراز داشت که درست نقمه نیایش چیزی جز هنگ هنگ کردن نمی تواند باشد. آندریکو زبان به اعتراض کشید. ما را در سطح حیوانات قرار نده ممکن است من فقط یک واعظ ساده باشم اما در کنار مطالعه مذهب خودم بسیاری از معتقدات مذهبی دیگر و فرقه های مسیحیت را نیز مطالعه کردم گفتم که همه ما این کار رو ایم اما باز از دیدگاهی به سایر مذاهب نگریسته که از پیش در قالبش شکل گرفته بودیم مشکل کار از همان آغاز تولد نشأت میگیرد که در پیرامون خیش به چیزهایی که در کودکی لمس و احساس کرده ایم وابسته شده و حاضر نیستیم از حساری که تلقینات والدین و اطرافیانمان در اطراف ذهنمان پدید آوردن خارج شویم سپس رویم را رو به طرف همسلولی های پرتستانم گردم و گفتم چند نفر از شما تمام 95 اصل را که مارتین لوتر با یک میخ بر درب یکی از کلیسه های وینتبرگ کوبید به یاد دارید؟ همهشان پاسخ مثبت دادم و پدر روحانی هاپت گفته یه معروف لوتر را نقل کرد. من ایستادم و جز این کاری نمیتوانم کرد. مجددا از دوستانی پرتستانم پرسیدم که آیا می توانید دلایل پاپ اعظم را در تکویر لوتر بیان کنند گفتم پاپ یک دیوانه نبود و ما باید دلایلش را بدانیم هیچ کدام از پرتستان ها نامه تاریخی و معروف پاپ را نخوانده بودند هنگامی که من صحبت می کردم پدر روحانی آندریکو مشغول مجادله با یک خواخام بود که اتفاقا آن خواخام با عصبانیت فریاد کشید آیا تو واقعا از مطالبی که در تالمود در تالمود ما ثبت شده است اطلاع داری آندریکو با همان لحن جواب داد آیا تو نگاهی به معاهدات نوین ما انداخته ای؟ جواب هر دو طرف منفی بود برای اینکه به منازعه خاتمه دهم با صدای بلند به یکی از همسلولی ها گفتم آیا سرگذشت تولستوی را میدانی که چگونه روزی نزد یک خاخام تمام مبانی اعتقادیش را نکته به نکته تشریح کرد فروتنی شکیبایی بردباری و غیره و خاخام یهودی جواب داد ما هم به این خصائص پسندیده ارج می نهیم و نیازی به انجیل مسیح نداریم سرانجام تولستوی پاسخ می دهد. فقط یک مطلب است که مسیح به ما آموخته است و در مذهب یهود از آن اثری نیست. ایسا به ما فرمان داده است تا دشمنان خیش را نیز دوست داشته باشیم و خواهم جواب داده بود درست است ما چنین کاری را انجام نمی دهیم البته شما مسیحیان نیز قادر به اجرای صحیح و کامل چنین فرمانی نمی باشید. سخنرانی ها کماکان ادامه میاف من با اینکه دانستم محتوا و معنی تمام حرف ها و شعارها فاقد هر گونه اساس و بنیان مستحکم است از اینکه میدیدم کامانیس ها چنین زیرکانه برای منحرف ساختن افکار و عقاید برنامه ریزی کردن شگفت زده می شدم. سخنانی ها از مباحث سیاسی به سوی نیازهای انسان به لذت گرایی منحرف می و می گفتن که به قول طرفداران فروید ما انسانها ها غالبا در مقابل قرایز نهادی خیش احساس مسئولیت نمیکنیم و شرح می دادن که چه فرصت شیرینی را در زندگی از دست داده ایم. آنها از غذا و مشروب سکس حرف می زدن. موضوعاتی که غالبا در خانه ها بیشتر یافت می شد تا در عقاید و منطق مارکسیستی البته از بحث پیرامون معتقدات مارکس نیز غافل نمی شدن. یک بار راجع به تئوری های داروین در مورد بوزینه بودن نژاد و نسل انسان صحبت کردند. یکی از افسران جوان سیاسی حرفهایشان را با ذکر جزیاتی در مورد فرضیه سیر تکامل بشر آغاز کرد. و سپس به گونه در هم و بر هم و بسیار نارسا به نقل عقاید مارکس لنین داروین پرداخت و آنگاه به تضاد بین مسیحیت و علم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که در آمریکا میلیون ها نفر در گرسنگی به سر می بردن و دلیلش را رسوخ مسیحیت در بنیان اجتماعی آمریکاییان ذکر کرد.